محبت خدا آمد، پیر و جوان کار ندارد، ثروتمند و فقیر کار ندارد، چوپان و دهقان کار ندارد، هیچ کس نمی عالم کار ندارد. وقت محبت الله در هر دلی که کار کند، عاقبت هم نشین به یار کند. وقت محبت الله آمد، تو را رفیق خدا میگرداند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید، ما با چند تا رفیقا و دوستای خود رفتیم به صحرا به خاطر سیاحت. هوا گرم بود، هوا داغ بود، سوزان بود. رفتیم، ما در جای نشستیم، دسترخوان هموار کردیم برای غذا خوردن، که ناگاه توپان را دیدیم که از دور نزدیکتر و نزدیکتر نزدیکتر و نزدیکتر می شود و ما نزدیک شد. بگه وقتی توپان به ما نزدیک شد، برش گفتیم که بیا این تشریف بیاورین در اطراف دسترخوان ما، با ما غذا بخورین. میگه توپان برای ما گفت که انا صائمان، من روزه دارم. چوپان در هوای گرم، در هوای سوزان گفت انا صائمان، من روزه دارم. میگه برش گفتم که در این هوای گرم روزه گرفتی؟ گفت روز قیامت روز سخت است، روز قیامت روز بسیار گرمی است، روز قیامت صحرای محشر آنقدر هوا گرم می شود که رسول خدا می فرماید صلی الله علیه و سلم، بعضی ها عرقشان تا پاشینه های پایشان، بعضی ها عرقشان تا زانوهایشان، بعضی ها تا کمرشان، بعضی ها تا گلونشان، بعضی ها به عرق خود غرق هستند، مثل که داخل یک عوض داخل شوی. همه قدر روز گرمی است. گفت روز قیامت بسیار روز گرمی است، ما خواستم آمادگی روز قیامت را بگیرم، نمیخوایم روز خالی داشته باشه. حضرت عبدالله ابن عمر وقت عشق را میبینه، وقت شجاعت را میبینه، وقت ایثار را میبینه، وقت محبت این بنده چوپان را نسبت به الله میبیند، دوست دارد که بیشتر این را امتحان بکنه. برش میگه که ما خو آمدیم مهمان هستیم، مهمان شما هستیم، به صحرا آمدیم، تو خو گوسفندای زیاد داری، از این گوسفندا یکیشو برای ما بفروش که ما اینجا بخوریم، پول هم میتیم برد. چوپان برش میگه که ایخو گوسفندا مال من است، مال مالکش است. ای کاش که امروز مسلمان از خدا این اندازه میترسید، رشوت نمیگرفت، سود نمیخورد، مال مسلمان رو نمیخورد، مثل همین چوپان ایمان میداشت، مثل همین چوپان عشق به الله خود میداشت. امروز مال مردم هم مال من، مال خودم هم مال من، اصلا به حلال و حرام کس توجه نمی کند. بعد می گویند که دعا می کنیم، دعا اثر نمی کند. دعا از کجا اثر کند؟ با کدام لقمه؟ خدا که پاک است، انما یتقبل الله من المتقین، از متقیان را خدا قبول می کند. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، خدا پاک است، جز از پاکان از کس دیگر را قبول نمی کند. بعد برش گفت که یک گوسفند برای ما بفروش. گفت یک مال من است، مال من است، مال مالک من است. حضرت عبدالله ابن عمر گفت چه مشکل داره، بهانه بسیار، بهانه زیاد است، یک گوسفند به ما بفروش، بعد به مالکت بگو گرگ خورده، به مالکت بگو خودش مرد، بهانه بسیار است. در همین لحظه چوپان پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکنند، نمیشناسد که این چه کسی است، چه مردی است. پشت خود را به حضرت عبدالله ابن عمر میکند، روی خود را به طرف گوسفندانش صدا میزنه، فأین الله، فأین الله، ای الله، همون ترسی که چوپان داشت خدایا به دل ما هم بینداز، که وقت معصیت بگویم فأین الله، فأین الله. وقتی گوشی را باز بکنی ببینی که معصیت از بگوی فأین الله، کمپیوتر را باز بکنی معصیت از فأین الله، در گوشه کوچه تنها با دختر روبرو شوی بگوی فأین الله. وقتی این ترس به دل من و تو آمد، باز من و تو عزیز میشیم، عزیز من.
این چوپان به طرف گوسفندان خود حرکت میکرد، گفت اگر گوسفند را به تو بفروشم مالکم نمیبیند، خدا کجاست؟ آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ یا رب ز کرم به حال ما رحمت کن، یا رب ز کرم به حال ما رحمت کن، بر این دل ناتوان ما رحمت کن، در سینه دردمند ما رحمت ده، بر دیده اشک و بار ما رحمت کن. وقت شناخت الله آمد، تو گرمی نمیگی، باز سردی نمیگی، محبت الله گرمت میکنه در سردی، سردت میکنه در گرمی. عزیز من، حضرت عبدالله ابن عمر بعد از این که چوپان حرکت کرد، به پیش خود زمزمه میکرد، فعین الله فعین الله فعین الله، چشمانش پر از عشق شده بود. عزیز گرامی، عزیز دل، تو چی فکر کردی پیری چی هست؟ بعضی ها فکر میکنن پیری امی هست که موی سر سفید شود، ریش سفید شود. پیری آن نیست که بر سر زند موی سفید. هر جوانی که به دل خود عشق ندارد پیر است، جوانی که خدا نمیشناسد، جوانی که دلش درد الله ندارد، جوانی که دلش به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیسوزد، جوانی که علاقه به نماز ندارد پیر شده پیر، اگرچه سندش به 14 و 15 است، چنان افسرده و غمگین است مثل پیرها هستند، ولی اون پیری که سندش به 80 رسیده است، دلش با محبت خدا تازه است، اون جوان است.